took me a long time to get used to this weather. It took me a long time to get used to this weather. O zaman it took me a long time yani zaman ziyadi برد. خیلی وقت برد. خیلی طول کشید. Okay. Took me a long time. زمان زیادی برد. To get used to this weather. To get used to this weather. که به این آب و هوا عادت کنم. عادت کنم. To get used to this weather. Get used to something. به چیزی عادت کنی. Okay. It took me a long time to get used to it. اینا از این مورد. و مورد دیگه. She is getting used to her new place. You need یه دونه با will آوردم، یه دونه got آوردم، یه دونه با ing. میشه ما get رو getting کنیم، got کنیم، will get کنیم. میتونیم دارم با توجه به زمانی که داریم صحبت میکنیم اینها رو عوض کنیم. مثلا میخوام بگم که عادت خواهی کرد، عادت کردم بهت، یا دارم عادت میکنم. آها، مثلا شما عادت خواهی کرد، یا شما داری عادت پیدا میکنی به علیه قضیه. این رو با ing میارمش، یعنی قضیه داره اتفاق میفته. یه فعل ساده است، یه فعل get used to. این هم مثل بقیه فعل ها میتونه حال داشته باشه، آینده داشته باشه، حالت استمراری داشته باشه. همه فعل ها رو، همه زمان ها رو خوب داره. حالا توی زمان آیندهش ing گرفت، توی زمان استمراری ing گرفته، ما به اون شکل میبریمش و توی جملمون میچینیمش. معنی که به جمله میده این که ما به اون چیزی که هست داریم عادت میکنیم، یا اون فرد داره به اون چیز عادت میکنه. She is getting used to her new place. Place اینجا منظور مکان نیست. در واقع اینجا ما گاهی وقتا به خونه place میگیم. Okay. به جای اینکه بگیم she's getting used to her new مثلا home یا her new house، یا مثلا اگه در رابطه با یه حیوان داریم صحبت میکنیم مثلا her new nest، مثلا یه پرنده nest داره دیگه. به جای اینکه بگیم nest، به جای اینکه بگیم home، به جای اینکه هر چیز دیگه رو بگیم، خیلی راحت میتونیم بگیم چی؟ place. اوکی؟ حالا این place اینجا برای این موضوع استفاده شده. حالا she is getting used to it. She is getting used to her new place. داره به جای جدیدش، داره به جای نوش عادت میکنه. این اتفاق داره انجام میفته. داره انجام میشه، داره اتفاق میفته. این میشه چی؟ حالت استمراری. پس ما میتونیم از حالت از get used to استفاده کنیم برای گفتن عادت کردن به چیزی، حالا در زمان حال، در زمان آینده، در زمان گذشته، حالت استمراری یا هر زمان دیگه. پس شدن سه دسته. used to یعنی چیزی که بوده و دیگه نیست. to be used to به چیزی عادت داشتن. to be used to، I am used to، you are used to و she is used to. این حالت to be میشه am و is are، حالا یا was were، یعنی عادت داشتن به چیزی. این عادت فرده. اوکی؟ و اینکه به چیزی عادت بکنیم، یعنی این عادت در ما ایجاد بشه. اوکی؟ اون میشه to get used to. اوکی؟ to get used to به چیزی عادت بکنیم، چیز جدیدی بشه عادت هر روزه ما. این بود درس امروز. سه مدلی که حالا یه مدار شاید گیج کننده بود، امیدوارم که الان براتون روشن شده باشه. بدونید کدوم رو کجا استفاده کنید، هر کدوم کاربردش رو در جایگاه اصلی خودش یاد گرفته باشید و کمک کنه به صحبت کردنتون تو انگلیسی. این قضیه براتون روشن بشه، به این دیگه فکر نکنید و برید و موردهای دیگر رو پیدا کنید و اونا رو بیارید به من بگید تا تو اون زمینه ها کمکتون کنم. اوکی؟ امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید، مطلب ازش فرا گرفته باشید. و همونطور که بعضی از دوستان که محبت دارن اومدن توی کامنت ها گفتن که زبان یاد گرفتن زبان براشون ساده شده و شیرین شده، امیدوارم این قضیه برای شما هم اتفاق افتاده باشه و این رو با دوستانتون هم در میون بگذارید. اونها رو هم اجازه بدید که اگر این قضیه برای شما اتفاق افتاده، برای اونها هم اتفاق بیفته و اونها هم بتونن یادگیری زبان رو ساده تر پیدا کنن، ساده تر ببینن با کمک ویدیوهایی که توی این شبکه وجود داره. اوکی؟ آراد هستم از انگلیش با پرژنز و خوشحالم که همراهتون هستم. شما رو تو ویدیو بعدی میبینم. تا اون موقع. بای.